خانم دهقانی، قطار چهارشنبه ها دومین کتابیه که شما خارج از ایران منتشر کردید با نشر ناکجا. بعد از انتشار اولین مجموعه داستانتون اگر در خانه هم دو کلید داشت. با توجه به تجربه ای که از انتشار اون مجموعه داستان داشتید، چه انتظاری از انتشار این مجموعه داستان دارید در مورد تیراژ، در مورد بازخوردی که از مخاطبان میگیریم و تأثیری که این کتاب داره؟ در مورد تیراژ کتاب که من نمیتونم نظر خاصی بدم، اطلاع خاصی ندارم، ولی کلا در مورد اینکه استقبال مخاطب در قیاس با کتاب قبلی، فکر میکنم خب کاملا دو تا کتاب متفاوت هستن. کتاب قبلی مجموعه داستانهای کوتاه بود و بیشتر موضوعات روزمره زندگی، موضوعات انسانی به صورت عام بود، ولی این کتاب قطار چهارشنبه ها به طور اخص به موضوع جامعه بهاییان ایران میپردازه و خب یه سری بحث ها و حرف ها برای اولین بار به صورت داستانی در خلال زندگی اون خانواده و اون افراد و در 14 دهه اخیر گفته میشه. فکر میکنم که خب استقبال مسلما متفاوته و ممکنه خیلی خوششون بیاد، خیلی ممکن خوششون نیاد، ولی اینکه چقدر استقبال بشه خب اون هم چیزیه که من نمیتونم جواب بدم الان. از شما قبل از این چند تا ترجمه از انگلیسی به فارسی در داخل ایران منتشر شده. چه تجربه داشتین از کار کردن با وزارت ارشاد و کار کردن با ناشرهای داخل ایران؟ چهار کتابی که من در ایران ترجمه کردم در زمینه ادبیات، ادبیات داستانی، خب مسلما مشکلات خودشونو داشتن با ارشاد و خب ارشاد اونجا هست که به مسئله سانسور بپردازه و کارش این هست و خب اون کتاب هم مستثنا نبودن، مخصوصا دو تا از کتاب ها به شدت در دو دورهای متعدد سانسور شدن و نهایتاً چاپ شدن و مشکلات زیاد بود با وزارت ارشاد و هنوزم هست و به خصوص بعد از انتشار کتاب در خارج از ایران مشکلات بیشتر شد و امکان تجدید چاپ کتاب هایی که ترجمه کردم در ایران شاید اصلا داده نمیشه دیگه به خاطر این موضوع. ولی خب ناشرانی که ایران باشون کار کردم ناشران خیلی خوبی بودن و هستن همچنان و علاوه بر مسائل مربوط به ارشاد و سانسور و با مشکلات مالی متعددی هم دست و پنجه نرم میکنن و حتی خیلی هاشون ورشکست میشن و مجبورن تعطیل کنن یا اینکه وارد زمین های دیگه نشر بشن، نه ادبیات الزامن. و این تجربه مختصری بود که من داشتم و دارم با ناشران داخل ایران. فکر می کنید که رمان قطار چهارشنبه ها شانس اینو داشت که از جمهوری اسلامی مجوز انتشار بگیره؟ با توجه به اینکه خب تبلیغ بهاییت رو نمی کنه، بلکه داره راجع به زخم ها و رنج های یک خانواده بهایی در ایران صحبت میکنه، فکر می کنید چطور بازخوردی می گرفتید اگر می خواستید که این رو داخل ایران و توی جمهوری اسلامی براش مجوز بگیرید و منتشر کنید؟ خب فکر میکنم که جواب سوال کاملا مشخصه و نه هست. این کتاب 100% اجازه انتشار در داخل ایران نمیتونه بگیره و خب کتاب در مورد مذهب یا دین یا اعتقادات بهایی به هیچ وجه صحبت نمیکنه. کتاب در مورد نگاه انسانی هست به مسئله باورهای سفت و سخت دینی از هر نوعش، چه بهایی چه اسلام، از هر نوعش و تأثیر و تقابل اونها با هم و اینکه چقدر میتونه روان شخصیت ها و انسان ها تأثیر بذاره تو زندگی عادی انسان ها، چقدر میتونه ایجاد رنج های بی دلیل کنه. حالا اینکه وزارت ارشاد این رو بپسنده یا نه و اون سانسورچی ها این رو بپسندن یا نه، اجازه بگیره یا نه، اینها مسائل هست که
من خیلی نمیخوام واردش بشم، به من ارتباطی نداره، من کارم نوشتن بود بدون سانسور و بدون خود سانسوری و سعی کردم این کارو بکنم و به هر حال متاسفانه داخل ایران امکان چاپ این کتاب نبود و به خاطر همین به ناشر خارج از ایران سپرد. رابطه راوی داستان شما با پدرش بسیار عمیقه، در هم تنیده است و همچین رابطه عمیقی متقابلا با مادرش نداره. در این مورد میتونید به ما توضیح بدید که چرا اینطوریه، چرا همچین شخصیت همچین روابطی داره؟ بله، رابطه خب داستان 5 شخصیت اصلی داره که 4 شخصیتش 4 عضو خانواده فردوسیان هستند که بهایان، و یک شخصیت دیگر اصلی داستان بازجوی جمهوری اسلامی هست. یکی از شخصیت ها رها، دختر خانواده، با پدر رابطه درست عمیق تنگاتنگ داره به دلیل اینکه، خب دلیل داره، من نمیخوام توضیح بدم چون به هر حال اگر کسی بخواد داستان رو بخونه خودش باید دلیلشو یا هر چی که برداشت شخصی داره دریابه. ولی از نظر من چون پدر شخصیت با باورهای سفت و سخت مذهبی هست که بر باورهای خودش ایستادگی میکنه و همه چیز رو به خاطر باورهای خودش فدا میکنه، به اصطلاح یک سر طیف میتونیم بگیم رادیکال هست از این لحاظ، خب مسلما تاثیر خودش رو بر شخصیت های داستان، همه شخصیت ها، فرزندانش، همسرش، جامعه و همسایه ها و دیگران داره که یکی از اونها دختر اون خانواده که رها هست باشه، ولی این الزامن، یعنی الزامن چیزی رو مشخص نمیکنه، میشه یک فرمان مشخصی در مورد این داد چون برداشت هر خواننده ممکنه متفاوت باشه از این در واقع فراز و نشیب های این رابطه ای که وجود داره. شما الان در دانشگاه هاروارد مشغول به کارین به عنوان پژوهشگر و کارهای علمیتون رو دارید به زبان انگلیسی منتشر میکنید، اما رمانتون رو به زبان فارسی منتشر کردید. دلیلش چیه؟ دلیل اینکه ترجیح میدادید که کارهای داستانیتون رو، ادبیتون رو به زبان فارسی منتشر کنید؟ خب من این رمان رو 10 سال پیش شروع کردم که در ایران بودم و تمومش کردم در ایران بودم، هنوز اصفهان، و مراحل ویرایشش هم مراحل اول در ایران انجام شد. خب به فارسی نوشتم ولی هیچ وقت حتی به ذهنم هم خطور نکرد که در میانه راه یا در انتها اون رو تغییر بدم به زبان انگلیسی، بخاطر اینکه تمام گفتگوها، تمام اون ریزه کاری های فرهنگی و جغرافیایی که توی رمان وجود داره به زبان فارسی برای من خیلی راحتتر و روانتر بود پردازش و روایتش. ولی خب اینکه این رمان به زبان های دیگه ترجمه بشه، خب این یک بحث دیگه است که حالا امکان خارج از بحث ماست. برنامه ای دارید برای کتاب های آیندهتون که به زبان انگلیسی بنویسید، به مخاطب حالا گسترده تر جهانی و انگلیسی زبان اطلاع رسانی کنید، یا حتی کتاب رو به 2 زبان بنویسید و منتشر کنید؟ فکر میکنید که یه همچین اتفاقی باعث میشه که ممکنه کمک کنه به اینکه سانسور رو بیشتر حالا پشت سر بذاریم و اطلاع رسانی بیشتر بکنیم راجع به مسائلی که راجع به دیدگاهی که خودتون دارین؟ این که خب ایدئال هست، فکر میکنم که بتونم به ضبط 2 زبان در آن واحد بنویسم، یا اینکه به زبان انگلیسی یا یک زبان بین‌المللی بنویسم. هنوز فکر نمی کنم آماده باشم برای این. هنوز دوست دارم قلبا از لحاظ فکری و عاطفی ارتباطم با سرزمینم، با ایران و با زبان مادری، با اینکه 10 سال خارج از ایران هستم، انقدر قوی تر هست که هنوز ترجیح میدم زبان فارسی بنویسم، ولی حتما با ترجمه همزمان به زبان انگلیسی یا با نوشتن همزمان به زبان انگلیسی همراه خواهد بود در کار جدیدی که دارم انجام.
Thank you.